شیعیان در زندانهای بحرین در وضعیت اصفناکی به سر میبرند و وزیر شدیدترین نوع ظلم، ستم و شکنجه قرار دارند. در همین راستا منابع محلی فاش کردند که زندانی شیعه بحرینی به دلیل وضعیت وخیمش در یک قدمی مرگ قرار گرفته اما نیروهای آل خلیفه همچنان به داد او نرسیده و اهمیتی به این موضوع نمیدهند. همکارم علی اکبری گزارش می دهد. مجمع حقوق بشر بحرین نسبت به وخامت وضعیت سلامتی زندانی عقیدتی احمد جعفر در نتیجه قرار گرفتن در معرض شکنجه و بدرفتاری هشدار داده است. این انجمن در بیانیه ای تایید کرد که با وجود بازدید نهاد ملی حقوق بشر از زندانی عقیدتی احمد جعفر در نوامبر 2022 در وضعیت وی بهبودی حاصل نشده و به خواسته های او برای حق درمان تامین یک محیط سالم مناسب و محدود کردن بیماری پاسخی داده نشده است. مجمع حقوق بشر بحرین تاکید کرد آنچه احمد جعفر از وخامت محیط زندان و رفتار تحقیرآمیز رنج میبرد شامل بسیاری از زندانیان عقیدتی در زندانهای بحرین میشود شایان ذکر است که احمد جعفر یک پناهجوی سیاسی در سربستان بود که وی را به زور به بحرین دیپورت کردند و در 24 ژانویه 2022 علا رقم تصمیم دادگاه حقوق بشر اروپا مبنی بر توقف اخراج وی پس از ورود به بحرین دستگیر شد. حکومت آل خلیفه احمد جعفر را به دست داشتن در حوادثی متهم کرد که وی در زمان وقوع آن در خارج از بحرین بود و محاکمه وی بر اساس آن انجام شد و درخواست تجدید نظر علیه حکم حبس ابد او در یکی از پرونده ها در 20 فوریه 2023 رد شد احمد در دو محاکمه جداگانه در سالهای 2013 و 2015 به اتهامات ساختگی توسط قوه قضایی بحرین به طور قیابی به حبس ابد محکوم شد. قابل ذکر است که در سال 2015 مقامات بحرینی احمد را سلب تابعیت کردند. علی اکبری اخبار شیعه